سلام، بالاخره گواهینامه ترکمو گرفتم. بعد از مدت ها مدرک جمع کردن و ترجمه کردن و فلان اینا، بالاخره امروز گواهینامه ترک رو گرفتم. بریم با هم مراحل رو توی خونه بهتون توضیح بدم. یه سری از مراحل رو بین برداری کردم، یه سری هاشو نه، تو خونه قدم به قدم براتون توضیح بدم. بعد این مراحل آخرم که با هم میریم ببینیم کجا رفتیم و چیکار کردیم. سلام، من کامران هستم. توی این ویدیو قصد دارم در مورد گرفتن گواهینامه ترک صحبت کنم، چون خیلی سوال در مورد گواهینامه بود و اینکه حالا چجوری توی ترکیه میشه رانندگی کرد و میشه با ترجمه گواهینامه رانندگی کرد یا نه، چه کارهایی رو باید انجام بدیم برای گرفتن گواهینامه ترک، و تمام اینا رو من قراره توی این ویدیو بهتون بگم. پس سابسکرایب ما یادتون نره، اگه این موضوع رو علاقمند هستین بهش لایک کنین این ویدیو رو و توی کامنت ها هم نظر خودتون رو بنویسین و تا انتهای ویدیو با من همراه باشین. خب، اولین موردی که باید بهش اشاره کنم اینه که شما با ترجمه گواهینامه ایرانیتون یا بین‌المللی کردنش میتونین تا 6 ماه بعد از ورودتون توی ترکیه رانندگی کنین. چجوری باید ترجمه کنین؟ خب با یکی از دفاتر دارا ترجمه میرین اگر تو ایران هستین. اگر اینجا هستین که به یه مترجم رسمی دادگستری میدین گواهینامتون رو ترجمه کنه، یا اینکه از توی کنسولگری اقدام میکنین و گواهینامتون رو ترجمه میکنین. با این گواهینامه میتونین تا 6 ماه رانندگی بکنین. خب حالا بعد از 6 ماه بعد چی کار بکنین؟ قاعدتا بعد یه گواهینامه ترک بگیرین. اگه بعد از اون 6 ماه رانندگی بکنین و خدای نکرده تصادفی داشته باشین، دیگه بیمه هزینه‌تون رو جبران نمی‌کنه. پس بهتره که، خیلی ها هستن که اینجا با همون گواهینامه ایرانشون دارن کار میکنن و رانندگی میکنن، ولی خب مشکل داره دیگه. خب بالاخره بیمه و تصادف و اینجور چیزا بالاخره ممکنه پیش بیاد برای همه. خب حالا میخوایم گواهینامه ترک بگیریم. قدم اول چیه؟ همون ترجمه گواهینامه ایرانیتون هست که بعد از طریق سفارت یا کنسولگری ایران توی ترکیه انجام بشه. برای اینکه بتونین این گواهینامتون رو ترجمه بکنین، یه سری کارا باید قبلش انجام بدین و یه سری مدارک احتیاج داره. میریم توی کامپیوتر، من اسکرین ریکوردر بزنم و مراحل رو اینجا با هم دنبال بکنیم. خب اولین کاری که باید بکنیم، بیاین توی سایت میخک که احتمالاً خیلیاتونم بلد هستین این مراحل رو، ولی خب یه بار دیگه میگم بهتون که اگر مشکلی هست همینجا برطرف بشه. میخک.mfa.gov.ir اینجا که میاین بخش ورود به سامانه رو میزنین، اینجا پست الکترونیکی ازتون میخواد و کد ملیتون. من فرض میکنم که تا حالا توی این سایت ورود نکردین شما، حالا برای اولین بار یه دونه کدم اینجا ازتون میخواد. دریافت رمز عبور یک بار مصرف رو میزنین، یه رمز عبور یک بار مصرف به ایمیلتون ارسال میشه به این صورت. این رمز رو کپی میکنین، میارین این ور میزنین، این کد زیرشم دوباره میزنین، وارد سایت میشین. اینجا اسمتون رو میزنه، من چون قبلا وارد شدم اینجا اسم و مشخصاتم هست. اگه وارد نشدین دوباره بعد این اسم و مشخصاتون رو پر کنین. برای گواهینامه باید بیان اینجا که این نام کنین درخواست استعلام گواهینامه رانندگی، میان اینجا، بعد دوباره اینو میزنین. اینجا باید مشخصات گواهینامه‌تون رو بزنین، شماره گواهینامه، به کجا میخواییم مراجعه بکنین که یا کنسولگری توی استانبول یا سفارت توی آنکارا. بعد اینجا باید عکس گواهینامه‌تون رو، عکس کیملیکتون رو و عکس گذرنامه‌تون رو آپلود کنین و ثبت بکنین. اینجا بعد از این مراحل یه دونه کد رهگیری بهتون میده. با این کد رهگیری به همراه یه قطعه عکس
یه فیش واریزی برای کنسولگری به مبلغ 15 یورو و اصل گواهینامه ایرانتون و پاسپورتتون و حالا تیملیکتون هم همراهتون باشه. اینا رو برمیدارین میدین سفارت یا کنسولگری و اونجا درخواست ترجمه گواهینامه‌تون رو میدین. یه مدت حدوداً یک هفته‌ای طول میکشه تا گواهینامه‌تون بیاد، یعنی ترجمه بشه. اگه استانبول یا آنکارا هستین که کارتون راحت تره، وگرنه براتون پست میشه شهرهای دیگه. شما دوباره باید برین استانبول یا آنکارا، هر جا که گرفتین برین قایم‌مقاملیک و یه مهر روی اون ترجمهتون بزنین و اینجا کار ترجمه مدرک گواهینامه‌تون تموم میشه. این مرحله اول. مرحله دوم اینه که آخرین مدرک تحصیلیتون رو ترجمه کنین. چجوری؟ به یک مترجم دادگستری مدرکتون رو میدین، اون براتون ترجمه میکنه و بعد نوتر میکنه و بهتون برمیگردونه. این فکر کنم اگه درست یادم باشه، چون من حدود 5-6 ماه پیش انجام دادم، حدود 250 لیر هزینه ترجمه و نوترش، هر دوش با هم حدود 250 لیر میشه. پس تا اینجا یه 15 یورو خرج داشتین، یه دونه 250 لیر. 15 یورو میشه حدوداً 10 حساب کنیم یورو رو، میشه 150 لیر. 250 لیر 400 لیر تا حالا. مرحله سوم گرفتن سالیک بلگسی، یعنی برگه سلامتتون، که برای گرفتن این برگه سلامت دو جا میتونین مراجعه کنین، یا بیمارستان های دولتی یا این مراکز بهداشت یا سالیک مرکزی هایی که کنار خونه های، یعنی تو هر محله ای هست. که من پیشنهاد میکنم به سالیک مرکزی ها مراجعه کنین، چون بیمارستان ها آزمایش خون میگیرن، ساعت 7 صبح بعد اونجا باشین و یه سری مراحل پیشرفته داره، ولی سالیک مرکزی رو بریم ببینیم چی شد. خب من رفتم سالیک مرکزی، رفتم پیش دکتره گفتم که یه دونه سالیک برگسی میخوام واسه گواهینامه. بعد خب بشین و حالا من گفتم میخواد تست بگیره و تست چشم بگیره و فلان. نشستم و گفتش که گروه خونی تو میدونی؟ گفتم که آره، به این مثبت. بعد نوشت، بعد گفتش که فشار خونی نمیدونم بیماری چیزی داری؟ گفتم نه. دوباره یه چیزایی نوشت و آخرش پرینت گرفت، گفت بیا اینم برگه سلامتت. خب همونطور که دیدین خیلی راحت بود و اصلا هیچ تستی از من نگرفت و در عرض مثلا شاید یک ساعت هم نشد، نیم ساعت، این سالیک برگسی رو به من داد. فقط نکته ای که هست اینه که بعد حتما پزشک خانواده داشته باشین. اگر ندارین بعد اول یه بار به سالیک مرکزی کنار خونتون مراجعه کنین و اسمتون، یعنی پزشک خانوادهتون رو ثبت کنین، یعنی یه پزشک خانواده انتخاب کنین. بعد از اینکه انتخاب کردین یه فرم هم بهتون میده که بعد امضا بکنین. حدودا یه هفته طول میکشه تا این پزشک برای شما ثبت بشه و به عنوان پزشک خانوادهتون معرفی بشه به دولت. بعد از اون میتونین مراجعه کنین و اون سالیک برگسی رو بگیرین از اون پزشک خانواده، که خیلی هم کار راحتی. مرحله چهارم که خب از همه مراحل آسون تره تا حالا، عکس بایومتریکه. یه دونه عکس بایومتریک میخواین که حالا از عکاسی میریم میگیرن و مشکلی نداره دیگه، یه عکس دیگه. مرحله پنجم هم آخرین مرحله است که بعد از توی کامپیوتر انجام بدین. دوباره من اسکرین ریکورد رو میزنم، پاشیم بیاین اینجا ببینیم چه خبره. خب از بریم توی این، یه سایتی هست به اسم rendezvous.nvi.gov.tr، اینو حالا توی دیسکریپشن هم من براتون میذارم. همونطور که میبینین کارهای مختلفی انجام میده برای ترکا، مثلا گرفتن پاسپورتشون، ثبت کردن آدرسشون، گرفتن کیملیکشون، حالا هرچی دیگه، تولد کسی جدید متولد شده برای گرفتن کارت و فلان و اینا. و حالا ما با اینجا کار داریم، سروجی بلگسی. روی این میزنیم، این رو کبول دیاروم میزنیم، اینجا اسم و فامیلتون رو میزنیم. من الان میخوام وقت بگیرم یه دونه. کامران فقط توی زدن مشخصاتتون دقت کنین، چون همینجا چک میشه و اگر غلط زده باشین به مرحله بعدی نمیرین. حتی روز و ماه تولدتون هم اگه اشتباه بزنین به مرحله بعدی نمیرین. تلفنتون هم میزنین. اینجا یه دونه گوانلیک کدو داره،
اینم میزنین. خب اینجا باید شهرتون انتخاب کنین که حالا من چون ازمیر هستم ازمیر رو انتخاب میکنیم. محلتون رو انتخاب میکنین که کدوم نفوس مدولو میخواییم برین. بعد نفوس مدولو کنار خونتون باشه. ما چون چیلی هستیم چیلی رو من انتخاب میکنم. الان به من میگه که اولین وقت برای 12 یعنی دوشنبه. حالا من میگم مثلا اوکی اینو میزنی. بعد اینجا میاد میگه که برای خودت میخوای، اگه میخوای این اسمتو اینجا زده این اکلر میزنی. یه هست کدتون رو میخواد، هست کد که دیگه همه دارن توی ترکیه، اگه توی ترکیه زندگی میکنین اون هست کد رو باید بدونین. من هست کدام بزنم. بعد کایدت رو میزنم و در اینجا به اینجا اضافه میشه و ایرالی رو میزنم. خب حالا میگه که من برای این چیز چه ساعتی میخوای وقت بگیری. یه ساعتی مثلا حالا هر روزی که الان برای دوشنبه داره برای من میزنه، من مثلا بزنم ساعت 12 ظهر. البته من کارتمو گرفتم تموم شده و رفته. اینو میزنین. آها اینجا از شما میگه که یه دونه کد به این شماره موبایلتون ارسال شده، اونو میزنین و در آخر اینو که میزنین کد رو که وارد میکنین و میزنین وقتتون رو میتونین بگیرین. همون موقع براتون یه اسمس میاد که برای فلان ساعت فلان روز وقت گرفتین توی نفوس مدولو و آدرس نفوس مدولوی که هم که وقت گرفتینم بهتون میده. یعنی یه لینک میذاره که اونجا بزنین توی نقشه بهتون نشون میده دقیقا کجاست. خب حالا وقت رو گرفتیم، چه مدارکی با خودمون باید ببریم برای نفوس مدولو؟ اولین و مهمترین نشینه که مدرک تحصیلی که ترجمه کردیم به همراه اصل مدرکی که حالا فارسی هست اونو حتما چک میکنه. اون دوتا رو باید ببرین. گواهینامه ترجمه شده و گواهینامه فارسیتون، اونم دقیقا فارسیش هم چک میکنه ببینه با اون چیزی که ترجمه کردیم مطابقت داره یا نه، چون پشت اون برگه که ترجمه شده اصل فارسیش کپی شده، اون کپیه رو مقایسه میکنه با هم. سوم یه فیش 1090.10 که باید پرداخت بکنین، که از اگر زراعت بانک دارین از طریق تلفن بانک زراعت بانکتون میتونین این فیش رو پرداخت بکنین. یه قطع عکسه که همون موقع اسکن میکنه و بهتون برمیگردونه. من الان جلوی نفوس مدولو هم رفتم تو، مدارک رو گرفت و دیدم اش درسته، فقط عکس و ایراد گرفت، گفتش که کوچیکه، بعد بری عکس بایومتریک بگیری. حالا خوشبختانه همین بغل یه دونه عکاسی بودم، این الان رفتم انداختم. و اینکه اون مبلغ گواهینامه که 1090 لیر هست اونم پرداخت کردم، فیششو گرفتم و الان دارم میرم تو. گفت دیگه چیز نگیر، راندوو نگیر، بیا همجوری بیا پیش من بریم ببینیم میتونیم بگیریم یا نه. مدرک بعدی که نیاز داره این کارت اقامتتونه، کیملیکتونه و کپیش و کپی رنگی گواهینامه ایرانتونم بگیرین، اونم میگیره ازتون. اونجا ازتون انگشت‌نگاری میکنه کل 10 دست و همه رو اینجوری دونه دونه میزنه. ده انگشت و انگشت‌نگاری میکنه و بریم ببینیم چی شد دیگه. خب بالاخره گواهینامه ترکیه‌مو گرفتم. گفتش که همین الان میتونی تا یه نیم ساعت دیگه بری توی ایدولتت و اون برگه موقت گواهینامه رو دانلود کنی، با همون هم میتونی رانندگی کنی. تا ظرف یه هفته هم خود گواهینامه میاد در خونه. امروز بعد از ظهر هم از پتته یعنی اداره پست برای من اسمس اومد که گواهینامه‌تون تحویل پست شد از آنکارا و احتمالاً توی 1-2 روز آینده به دستم میرسه. امروز شنبه است، الان ساعت 11:30 صبح تا حدوداً 11:40 صبح. من مدارکمو پنجشنبه ساعت 4 بعد از ظهر تحویل دادم و کارهای گواهینامه‌ام تموم شد و الان بعد از کمتر از 2 روز اومد گواهینامه‌ام، اصل گواهینامه اومد. مگه میشه؟ مگه داریم به این زودی؟
خب در آخر هم بذارین یه جمعی بزنیم ببینیم خرج کلی گواهینامه چقدره، چون خیلی‌ها پرسیده بودن. اولین مرحله اون 15 یورو بود که گفتیم 150 لیر، یه 250 لیر هزینه ترجمه مدرک تحصیلیتون بود، 1090 لیر پول اون گرفتن گواهینامه‌تون بود، حدوداً 30 لیر اگه عکس بایومتریک نداشته باشین هزینه عکس بایومتریکتونه و همین، یعنی حدوداً 1400 لیر تا حد اکثر 1500 لیر هزینه گواهینامه‌تون هست و اعتبار گواهینامه 10 سال هست. میتونیم به جای کملیک هم ازش استفاده کنیم، نه به عنوان اینکه اقامت داشته باشین، ولی هر جا ازتون مدرک شناسایی بخوان این گواهینامه رو میتونین ارائه بدین به جای کملیک. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. اگه سوال یا مشکلی هست یا بهش برخورد کردین توی مراحل گواهینامه، حتما توی کامنت ها بپرسین، من حتما جواب میدم، کامنت ها رو میخونم. با سابسکرایب و لایکاتون به من انرژی بدین اگه این ویدیو رو دوست داشتین و تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.